سلام دوستان، به فکر فان خوش اومدید. من کیمیام. منم شهابم و امروز با سری ویدیوهای پلی ترومون با آموزش و گیم پلی بازی فودیز در خدمت شما عزیزان هستیم. بازی فودیز یک بازی 2 تا 5 نفره در سبک فامیلی گیم یا اصطلاحاً بازی‌های خانوادگی هست که توسط کمپانی سیمان گیمز در سال 2019 به بازار عرضه شده و در این بازی هر بازیکن در نقش صاحب یک سری رستوران‌های زنجیره‌ای هست که باید سعی کنه با به دست آوردن بیشترین امتیاز در طول بازی با قرار دادن یک سری کارت‌ها که این کارت‌ها در حقیقت همون انواع و اقسام غذاهایی از ملیت‌های مختلف هستن روی برد شخصی خودش بتونه که پیروز نهایی بازی باشه. بازی خیلی خیلی ساده‌ای هست که در این ویدیو آموزشمون رو با شما عزیزان همراه خواهیم بود. خب دوستان، برای چیدمان اولیه بازیتون حالا من یک سری توضیحات خیلی مختصر میگم. این برد اصلی بازی که برد شمارشگر امتیازها و محل قرار گرفتن کارت‌های غذاها هست رو در وسط محل بازیتون قرار میدید. این برد حالت دو طرفه داره که این سمت برد برای بازی 2 و 3 نفره هست و سمت پشت این برد برای بازی 4 و 5 نفره هست که در حقیقت این مقدار امتیازی که شما نیاز دارید برای به پایان رسوندن بازی با همدیگه متفاوت هست. در این سمت برد مقدار امتیاز برای به پایان رسیدن بازی 20 امتیاز هست و در سمت دیگه برد این مقدار امتیاز 30 امتیاز هست. در شروع بازی هر بازیکن یک رنگ رو انتخاب میکنه که در اینجا من رنگ سبز رو انتخاب کردم، کیمیا رنگ صورتی رو انتخاب کرده. هر بازیکن 3 تا از این توکن های ستاره شکل رو دریافت میکنه که یکی از اونها رو روی این ترکه شمارشگر امتیازات در این قسمت قرار میده. بعد از اون تعداد 10 عدد ملیت در بازی وجود داره که این کارت های ملیت ها که بر اساس پرچم اونها از هم دیگه تفکیک شدن رو با هم دیگه بر میزنید و تعداد 5 عدد کارت رو برمیدارید. مابقی کارت هایی که تعداد 5 عدد هستن رو به جعبه بازی برمیگردونید. در حقیقت این کارت های ملیت هایی که شما انتخاب میکنید نشون دهنده کارت های غذاهایی هستند که در طول بازی شما از اونها استفاده میکنید که انواع و اقسام مختلف غذاها در ملیت های مختلف رو شما میتونید در طول بازی از اونها استفاده بکنید. حالا ما اینجا از کارت های یعنی ملیت های چین، برزیل، فرانسه، آلمان و ایتالیا استفاده کردیم که از هر ملیت تعداد 10 عدد کارت غذا در بازی وجود داره. همه کارت های غذا که تعداد 50 عدد هستند رو با هم دیگه بر میزنید و در این قسمت از بر قرار میدید. ما بقیه اون کارت هایی که اضافه اومدن رو میتونید به جعبه بازی برگردونید که حالا در بازی های بعدیتون بتونید از اونها استفاده بکنید. و همونطور که در تصویر مشاهده میکنید تعداد 5 عدد مربع خالی دیگه که روی اونها عددهایی نوشته شده در این قسمت مشاهده میکنید و این مربع های خالی رو با برداشتن کارت ها از روی این دسته به این شکل پر میکنید. خب زمانی که این کارت ها رو در این قسمت قرار میدید، همونطور که در تصویر مشاهده میکنید این عددهایی که در روی برد نوشته شده به این شکل روی این کارت ها نمایان میشه که در حقیقت این عدد ها نشانگر هزینه خرید کردن این کارت ها در طول بازی است که حالا به اون مرحله هم میرسیم. توکن نفر اول بازی رو، چیزی که در داخل دفترچه راهنمای بازی نوشته شده، به کسی بدید که آخرین بار در یک رستوران بین المللی غذا خورده، یا اینکه به صورت رندوم میتونید این توکن رو به یک بازیکن بدید. و در این قسمت از برد تعداد 2 عدد سراشپز، کارت سراشپز باید قرار بگیره که در بازی تعداد 5 عدد از این کارت های سراشپز وجود داره. این کارت ها رو بر میزنید و به صورت رندوم 2 تاشون رو انتخاب میکنید، یعنی که میتونید به دلخواه خودتون 2 تا کارت سراشپز انتخاب بکنید و در اون مکان های مورد نظر قرار بدید. یک مکان هم روی برد وجود داره که این مکان در حقیقت مکانی هست که در همه بازی ها ثابته که شما در طول بازی میتونید که از این مکان استفاده بکنید. بعد از اینکه بردتون رو چیدمان کردید، به هر بازیکن تعداد 3 عدد سکه رو میدید و بازیکن نفر اول تعداد 1 عدد از اون توکن های کارد و چنگال رو دریافت میکنه. بازیکن نفر دوم و سوم تعداد 2 عدد از اینها رو دریافت میکنه و بازیکن نفر چهارم و پنجم تعداد 3 عدد از این توکن ها رو دریافت میکنن. هر بازیکن همچنین در ابتدای بازی یکی از این بورد های شخصی رو دریافت میکنه که این بورد های شخصی مکان های روشون در حقیقت تعداد سکه هایی که روی اونها کشیده شده با همدیگه متفاوت هست. این بورد ها رو بر میزنید، به هر بازیکن 1 عدد به صورت رندوم
از این بردها رو میدید. مکانهای خالی روی این بردها، این مربعهای خالی که هیچ سکه روی اونها کشیده نشده رو در ابتدای بازی تعداد یک عدد سکه روی هر مربع خالی قرار میدید. در اینجا چیدمان بازی انجام میشه. برای بازی کردن بازی فودیز چند تا مرحله وجود داره که خیلی خیلی بازی ساده ای هست، مراحلش خیلی ساده و سریع انجام میشه. در ابتدای نوبت هر بازیکنی که اصطلاحا بهش میگن اکتیو پلیر، اون بازیکن این تاس هشوشی رو رول میکنه و بر اساس عددی که روی این تاس میاد باید روی برد شخصی خودش اون بنفیت ها و مزایا رو دریافت بکنه. ما بقیه بازیکن هایی هم که در بازی هستن بر اساس عددی که بازیکن اکتیو پلیر رول کرده، بر اساس همون عدد میتونن که روی برد شخصی خودشون اون مزایا رو دریافت بکنن، اون اکشن رو انجام بدن. یک سری توکن در بازی وجود داره که اصطلاحا به اینها میگن توکن های فلایر، که عکس کارت شنگال روش کشیده شده. زمانی که برای مثال مثلا شما تاسی رو رول کردید که عدد اون 5 هست، روی برد شخصی خودتون وقتی دقت میکنید عدد 5 تعداد 2 عدد سکه رو به شما میده. به جای اینکه شما بیاید عدد 5 رو اکتیویت کنید، یعنی فعال کنید، در حقیقت میتونید با مصرف کردن یک عدد از این توکن های فلایر یکی از مربعهای مجاور اون به صورت سطری یا ستونی رو فعال بکنید. دقت بکنید که فقط سطری و ستونی قابل قبول هست و حالت قطری نمیتونید شما این کار رو انجام بده. یعنی زمانی که شما خواستید برای مثال مربع شماره 5 رو فعال بکنید، با مصرف کردن این توکن شما مربع 3 یا 7 رو یا مثلا 1 یا 9 رو نمیتونید تغییر بدید. و این استفاده از توکن فلایر در طول بازی توسط هم بازیکن اکتیو و هم بازیکن‌های دیگه میتونه انجام بشه. یعنی بازیکن‌های دیگه هم که در بازی حضور دارن، زمانی که تاسی رول شد، حالا چه تو نوبت خودشون چه تو نوبت بقیه بازیکن‌ها، میتونن با استفاده از این توکن‌ها از یکی از خونه‌های مجاور مزایاش رو دریافت بکنن یا اصطلاحاً اون خونه رو اکتیویت بکنن. همونطور که در چیدمان اولیه بازی توضیح دادم، بعضی از این مربع‌ها خالی هستن که تعداد یک عدد سکه روی این مربع‌های خالی قرار می‌گیره و زمانی که در طول بازی اون مربع‌ها تاسشون رول شد، عدد اونها رول شد، بازیکن‌ها این سکه‌ها رو از روی اون مربع‌ها دریافت می‌کنن و اگر مجدداً این مربع رول شد، دیگه اون بازیکن جایزه‌ای رو دریافت نمی‌کنه. پس یه جورایی میشه گفت باید سعی کنیم که سریع‌تر این مربع‌ها رو پر بکنیم توسط خرید کردن این کارت‌های غذا که یه جورایی اون عدد تاسمون هدر نره. خب خرید کردن این کارت‌های غذا به این صورت هست که بازیکن اکتیو پلیر در نوبت خودش، و دقت کنید فقط بازیکن اکتیو پلیر در نوبت خودش میتونه از این کارت‌های غذایی که در اینجا هستن خرید رو انجام بده بر اساس عددی که اینجا نوشته شده که هزینه در حقیقت خرید اون کارت هست. زمانی که بازیکن‌ها بنفیت‌ها یا مزایای خودشون رو دریافت کردن، در مرحله دوم بازیکن اکتیو پلیر انتخاب می‌کنه بین این کارت‌ها، یک عدد کارت رو برمی‌داره و اون رو روی یک مربع دلخواه روی برد شخصی خودش قرار میده. اگر روی مربع‌هایی بخواید این کارت رو قرار بدید که روی اونها سکه وجود داره، کارت رو قرار میده و سکه رو روی اون کارت می‌ذارید. خب بعد از اینکه بازیکنی خرید رو انجام داد، تمامی این کارت‌های غذا رو به سمت راست هول میدیم و یک کارت جدیدتر در این قسمت رو میکنیم که برای نوبت بعد که نوبت یک بازیکن دیگه هست این خرید بتونه مجددا انجام بشه. در مرحله آخر در نوبت یک بازیکن، اون بازیکن میتونه که یکی از این کارت‌های سرآشپز رو اصطلاحا ویزیت بکنه یا استخدام بکنه و این کارتی که در اینجا مشاهده میکنید که روی بورد هست به صورت نامحدود میتونه انجام بشه. ولی این سرآشپزهایی که در ابتدای بازی به صورت رندوم روی این خونه ها قرار میگیرن، حد اکثر در طول بازی یک مرتبه توسط یک بازیکن میتونن ویزیت بشن. یعنی برای مثال من در طول بازی فقط و فقط میتونم یک مرتبه این سرآشپز رو استخدام بکنم و کیمیا هم در طول بازی فقط و فقط میتونه یک مرتبه این سرآشپز رو استخدام بکنه. که این سرآشپزها در حقیقت یک سری پیش شرایطی دارن که شما باید اون پیش شرایط رو فراهم کرده باشید تا بتونید که اونها رو استخدام بکنید و زمانی که این پیش شرط رو شما
داشته باشید اون مقدار امتیاز رو دریافت میکنید که حالا برای مثال این سرآشپز میگه که از هر نوع از این ملیت ها یک عدد کارت غذا داشته باش روی برد شخصی خودت که 3 امتیاز دریافت میکنی. این ستاره ها نشون دهنده امتیاز هستن در طول بازی. و سرآشپز دوم هم میگه که از هر کدوم از ملیت ها، یعنی از حداقل 3 نوع ملیت 2 تا کارت داشته باش، یعنی مجموعا 6 تا کارت داشته باش روی برد شخصی خودت، کارت غذا داشته باش که دوتا مال یک ملیت باشن، که در این صورت هم شما 3 امتیاز دریافت میکنید و روی این برد جلو میرید. حالا ما بقیه سرآشپز هایی که توی بازی هستن که به صورت رندوم همون ابتدای بازی انتخاب میشن، اونایی که انتخاب نشدن رو به جعبه بازی برمیگردید که حالا احیانا توی بازی های بعدیتون میتونید از اونها استفاده بکنید. کارت های غذاها رو همونطور که در تصویر مشاهده میکنید، یک بنر مشکی رنگ هست در اینجا که این بنر مشکی رنگ در حقیقت نشون دهنده نوع اون ملیتی هست که اون غذا متعلق به اون ملیت هست و در زیر اون مزایایی هست که شما دریافت میکنید زمانی که تاس اون خونه ای که این در حقیقت کارت روش قرار داره رو رول کرده باشید. یعنی برای مثال اگر من این کارت رو در خونه شماره 5 گذاشته باشم، زمانی که من این کارت رو خریداری میکنم، این در حقیقت کارتی که پرچم آلمان رو داره، بلافاصله یک عدد توکن فلایر دریافت میکنم، توکن های کارت شنگار رو دریافت میکنم و روی برد شخصی خودم قرار میدم این کارت رو. و در طول بازی هر زمان که تاس شماره 5 رول بشه، در حقیقت من این مزیت این کارت رو دریافت میکنم که یک عدد ستاره یا یک عدد امتیاز هست. هر کارتی که روی برد بازی شما مشاهده میکنید، یک بنفیت، یک مزیت منحصر به فردی داره که انواع و اقسام مختلف دارن. حالا ما توی ویدیو تمام کارتایی که بهشون برمیخوریم رو حتما بهشون اشاره میکنیم که به چه صورت هستن مزیتی که شما میتونید دریافت بکنید. و برای اطلاع از بقیه کارتهایی که حالا احیانا توی این ویدیو ازشون صحبتی نمیشه، شما میتونید دفترچه راهنمای بازی صفحه یکی مونده به آخرش رو نگاه بکنید که به صورت کامل توضیح داده که اینها به چه صورت هستن. خب یک نکته اساسی دیگه که در بازی وجود داره این هست که زمانی که شما کارتی رو میخواید از روی این مارکت خریداری بکنید، حتما باید به این نیم ستاره هایی که در اضلاع مختلف این کارت ها وجود داره دقت بکنید. یعنی برای مثال زمانی که من این کارت رو خرید میکنم و مثلا اون رو روی این قسمت از برد شخصی میذارم، اگر به این کارت ها دقت بکنید، زمانی که این کارت ها را کنار هم قرار میگیرن، این نیم ستاره ها میتونن یک ستاره کامل رو تشکیل بدن. که زمانی که شما این ستاره کامل رو تشکیل میدید، در حقیقت هر زمان که برای مثال در اینجا عدد شماره 2 یا شماره 5 رول بشه در طول بازی، شما یک امتیاز رو دریافت میکنید. که باید سعی کنید در طول بازی هر چقدر که میتونید تعداد این ستاره های روی بردتون رو اضافه بکنید که در حقیقت شما دارید امتیاز، یعنی احتمال گرفتن امتیاز بیشتر در طول بازی رو برای خودتون بیشتر و بیشتر میکنید. این یکی از میشه گفت استراتژیک ترین نکات بازی هست که حتما باید موقع خرید کردن این کارت ها و بعد از اون قرار دادن این کارت ها روی بردتون حتما به اونها دقت بکنید. خب دوستان، من فکر میکنم که نکات اصلی بازی رو بهش اشاره کردیم. در طول بازی اگر که احیانا نکته یا سوال دیگه ای، ابهام دیگه ای به وجود اومد، حتما اون رو در طول بازی توضیح میدیم و بریم که گیم پلی بازی رو شروع بکنیم. خب بازی رو شروع میکنیم. مرحله اول در نوبت هر بازیکن این تاس مشکی رنگ باید رول بشه. خب این تاس رو رول میکنیم، عدد 0 اومد. خب نکته که در مورد عدد 0 وجود داره این هست که زمانی که عدد 0 رول میشه، شما میتونید عدد 0 رو به هر عدد دلخواهی تغییر بدید. یعنی اینکه من میتونم برای مثال انتخاب کنم مثلا عدد 5 رو و تعداد 2 عدد سکر دریافت کنم، که خب مسلما بقیه بازیکن ها هم این اثر براشون اعمال میشه. خب من عدد 5 رو انتخاب میکنم، تعداد 2 عدد سکر رو دریافت میکنم. برای من هم همون 5 اعمال میشه دیگه، من 2 عدد سکر میگیرم. خب بعد از اینکه بازیکن ها مزایای خودشون رو دریافت کردن، بازیکن اکتیو پلیر، کسی که نوبتش هست، میتونه از مارکت بازی خرید رو انجام بده. که حالا زمانی که شما می‌خواید این خرید رو انجام بدید، همونطور که گفتم باید ستاره ها رو در نظر بگیرید و همچنین سرآشپز ها که بهتون میتونن امتیاز بدن. خب یه سرآشپز ما اینجا داریم که میگه که از هر ملیت یه دونه کارت داشته باش
و یکی دیگه شون هم که میگه دوتا دوتا از حداقل سه نوع ملیت داشته باشه. خب من ببینم که کدوم یکی رو انتخاب کنم. خب من کارت اول رو برمیدارم از این ردیف که هزینش دو عدد سکه هست، این دو عدد سکه رو پرداخت میکنم. خب و همونطور که روی این کارت مشاهده میکنید، هر زمان که شما عدد در حقیقت متعلق به این کارت رو رول بکنید، دو عدد سکه دریافت میکنید و تعداد یک عدد از اون ستاره های زرد رنگی که در اونجا مشاهده میکنید رو باید در مجاورت این کارت قرار بدید. یعنی اگر برای مثال من این کارت رو در روی عدد 5 قرار بدم، هر زمان که عدد 5 رول کنم از این به بعد دو تا سکه میگیرم و روی خونه های مجاور این عدد 5، خونه هایی که البته روشون کارت اومده باشه، روی اون خونه ها من یک عدد ستاره زرد رنگ میذارم. خب حالا من باید ببینم که خب من اینو میذارم روی عدد 9 در اینجا. خب مارکت بازی بلافاصله پر میشه و در اینجا هر بازیکنی که نوبتش هست، این بازیکن اکتیو پلیر میتونه انتخاب کنه که این سراشپس ها رو استخدام بکنه یا نه، که خب در ابتدای بازی فعلا امکانش برای من نیستش. خب نوبت کیمیا. خب من 6. خب کیمیا عدد 6 رو رول کرد، یه سکه میگیرم، تو هم یه سکه خودتو میگیری. منم 6. آره سکه که رو خودش هست. خب خب من این کارت رو انتخاب میکنم که به من دو تا سکه میده. حالا هر موقع که عدد یک بیاد، چون اینجا ساختمش، دو تا هم سکه میخواست که پرداخت میکنم. اوکی. خب. استخدام هم که نمی کنی دیگه فعلا. خب نه، فکر کن چهار تا سکه هم بدم مثلا یه ستاره بگیرم. خب تو اینو خرید کردی، یه دونه فلایر هم میگرفتی. باید حواسم نبود، متشکرم. نه باشه. مرسی. خب بریم تاسو رول کنیم. نو. خب نه اومد که من دو تا سکه میگیرم. منم یه سکه میگیرم و یه دونه ستاره باید بذارم روی خونه های مجاور که خب فعلا چون ساختمونی روش ندارم، چیزی روش نمیاد. خب استخدامم که نمی کنم، مجدد نوبت کیمیاست. کارت نمی خری؟ آها کارت باید بخرم. خب من کارتی که انتخاب می کنم بگو که خب این که خیلی گرونه هیچی. بعد خب من همین کارت اولی رو می خرم، دوتا سکه می دم و می زارمش اینجا. خب یه دونم توکن فلایر به من بده، این کارتم رو میشه. خب استخدامم که نوبت من نمیکنم. ماکینیاست. خب عدد دو رول شد، من یه سکه میگیرم. من یه سکه میگیرم، تو هم یه سکه میگیرم. خب من این کارتو میخوام ولی دوست داشتم اینجاش هم یه ستاره داشت. بله متوجه. چه بد که ستاره نداره، ولی خب اشکال نداره میخرمش. دو تا سکه میخواد که میذارمش هم اینجا. خب اوکی، اینا رو شیفتش کن اون طرف. خب استخدامم که نمی کنی چیزی رو؟ نه. اوکی، این اکشن استخدام کردن در هر نوبت فقط یک مرتبه میتونه انجام بشه. یعنی اصلا اگه شما 8 تا سکه هم داشته باشید، نمیتونید دو مرتبه این رو توی یک نوبت انجام بدید. خب بریم سراغ رول کردن تاس بعدی. خب تاس 5 رول شد، دو تا سکه میگیرم من. خب استخدام، خب من همین کارت اولی رو برمیدارم که دو تا سکه هزینه شه. یعنی خوشم میاد از اول بازی تا الان شدیم بیشتر دو تا سکه ندادیم. خب اکشن دیگه هم که ندارم، نوبت تو. خب.
عدد 3 که من که همین یه سکم رو میگیرم. خب منم یه سکم میگیرم. خب من اینو میخرم. 4 تا سکه. 4 تا سکه میخواد که این 4 تا سکه و میذارم میشه اینجا. اینم رو شیفتش میکنم این طرف. خب استفاده هم که نمی کنی. نه. میرم سراغ. خب تا 3 6 رول شد. خب من یه ستاره روی این کارت دارم که یه امتیاز میگیرم. منم یه سکه میگیرم. یه دونه امتیازم به خاطر این ستاره ای که چسبیده به هم، یعنی درست شده در اینجا میگیرم، یعنی مجموعاً دو امتیاز رو گرفتم. خب حالا بعد خرید انجام بدم. خب من 4 تا سکه میدم و این 4 تا سکه این کارت رو میخرم و میذارمش هم روی خونه 4 که یه ستاره دیگه هم حالا اینجا تشکیل شد. حالا تا ببینیم که چی پیش میاد. خب استخدامی هم که انجام نمیدم، نوبت کیمیاست. عدد 7. خب کارت 7 من اینجا یه ستاره داره که خب. یه امتیاز میگیرم. اوکی. و دو تا سکه و اینکه روی کارت های مجاورش میتونم یه دونه ستاره بذارم که فقط همین یه کارته که درست. مجاور. خب کارتم شرایط سختی شده. خب من دو تا سکه میدم، این کارتو میخرم، میذارمش اینجا. اوکی. خب اینا رو هم شیفت میکنم این طرف و یه کارت جدید اینجا میاد. خب یه 4 اگه بیاری خیلی خوشحال میشم. حالا منم برام نمیاد ولی خب بردم دیگه. خب فقط اینجا رو نگاه کن، من از اینجا یه دونه ستاره میگیرم، دو تام رو خودشه، یکی هم رو خودشه. 4 امتیاز گرفتی. امتیاز میگیرم واقعا خیلی واسه تو خیلی میگه که بعد میگه که اگر که از سن و ملیت کارت داری یه امتیاز دیگه هم بگیر. سن و ملیت دیگه هم دارم، یه امتیاز دیگه هم به من بده و یه سکه هم میداد خودش همین اول. خیلی هم عالی واقعا. خب من دو تا سکه میگیرم فقط. یه ستاره هم میگیری؟ آره یه ستاره هم میگیرم، میام رو امتیاز 3. خب خب حالا خرید بعد انجام دادم. خب من این کارت اولی رو میخرم و میذارمش اینجا، دو تا سکه هزینش هست و حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب یه کارت رو میکنی؟ اینم یه کارت دیگه. خب استخدامم که نداشتی؟ ندارم. نه 8. خب من دو یه ستاره از اینجا میگیرم، یه ستاره رو خود کارته، دو امتیاز میگیرم. خب و اینکه میگه که روی کارتای مجاوره فکر کنم ستونی و سطرید میتونی سکه بذاری که فکر کنم تنها کارتی که هست همینه دیگه. میتونم روی این رو خودش هم میاد یا نه؟ چی؟ نه دیگه خودش نمیاد، فقط رو کارتای توی اون سطر و ستونی که این کارت قرار داره چیز میاد. خب منم دقیقاً از این توکن فلایرم استفاده میکنم. همین کارت 8 رو فعال میکنم. دو تا سکه میگیرم و اثرش مشابه همین کارتی که تو الان داشتی که یه دونه سکه روی این کارتای مجاورش میاد رو هر کدوم. خب خرید رو انجام داده. خب این کارتی که اینجا هست روی خودش هم سکه میاد. حالا تو هم برای آره. خودش هم میذاشتی. خب این یه دونه مال تو، یه دونه من میذارم. آره. خب من 3 تا سکه میدم. این کارت رو میخرم ولی نمیدونم کجا میذارم. خب من حالا فعلا مارکت رو پر کنم تا میذارم. من اینجا 5 رو فعال کردم، یه امتیاز هم میگرفتم. نه نگرفتی. خب گذاشتمش چیزی هم که انجام ندادی. نه نه. اوکی. خب یک. خب من دو تا سکه میگیرم. دو تا سکه. آها یک اومد. من خودم هم دو تا سکه میگیرم.
و یه دونه ستاره هم به من بده که بذارم روی. خب من یه دونه ستاره از اینجا داشتم، تو هم داری یکت، یه ستاره درست شدی، هر دو تا هم یه دونه امتیاز میگیری. امتیاز هم میگیری. خب حالا باید خرید انجام بدیم. خب من این کارتا میخرم، چهار تا سکه میخواد، این چهار تا سکه میزنمش رو شماره 8 اینجا. و همین. خب استخدامم که ندارم. ندارم من. خب من داده 7. خب من دو تا سکه میگیرم. تو هیچی نمیگیری؟ من اینو بعد استفاده کنم یه چاره نیست. خب من دو تام ستاره روی خودشه که دو امتیاز میگیرم. خب دو تام ستاره میتونم بذارم روی این دو تا مجاورش. اوکی. خب من از این فلایر استفاده میکنم و اینکه 7 و میکنمش 8. خب یه سکه میگیری. آره یه سکه میگیرم. دو تا هم ستاره میذاری روی مجاورا، درسته؟ آره. خب دو تا هم امتیاز میگیری. دو امتیاز هم میگیرم. اینجا روی 7. و اینکه خب خب من من 6 5 تا رو سه عوض شد. خب دستت خورد. خب من 5 تا ملیتمو دارم و اینکه اینو استفاده میکنم. خب سه امتیاز دیگه میگیری. چهار تا سکه میدم. خب چهار تا است. اوکی اینو میخرم. خب بریم. چهار. مرسی. خب که میگه دیگه بازی تموم کرد دیگه با این چهاری که رول شد. خب من یه سکه میگیرم. این خب. یک امتیاز، دو، سه، چهار و به ازای هر سه تا پنج امتیاز. پنج امتیاز دار. خب میای روی امتیاز 19. خب من دو تا سکه میگیرم و اینکه یک امتیاز، دو، سه، کم که میگیرم، سه امتیاز دیگه میام جلو و این کارتو میخرم، دو تا سکه میدم و میذارمش اینجا که میتونی اینو استخدام کنم. سه تا دوتایی دارم الان. آره. اینو استخدام کنم. سه امتیاز دیگه میگیرم و اینکه تمومه. نوبت شماست. انا سه میاد مثلا، هیچی نمیگم، صفر. خب خب برد دیگه، چهار انتخاب میکنیم مسلمان. آره. و میتونم هم هشت تا انتخاب کنم، فرق نمیکنه. حالا چهار انتخاب میکنم، یک دو سه تا با این چهار تا امتیاز میگیرم که خب چهار امتیازت میاد روی امتیاز 23. از امتیاز 20 رد شدیم، پایین بازی رقم میخوره، بازی انجام میشه تا همه بازیکن‌ها به یه تعداد مساوی بازی کرده باشن. چون من نفر اول بودم در حقیقت الان بازی تموم میشه دیگه، دیگه دوباره نوبت به من نمیرسه. خب حالا تو عدد 4 انتخاب کردیم، منم عدد 4 رو انتخاب میکنم و یک و دو امتیاز دیگه من میگیرم، میام امتیاز 15. دو تا سکه هم میگیری که دو تا سکه هم میگیرم که البته سکه ها آخر بازی امتیازی نداره. اگر که شرایط تساوی در طول بازی به وجود بیاد، یعنی در انتهای بازی به وجود بیاد، بازیکنی که بیشترین سکه داره برنده بازیه. خب خب دیگه خرید هم میتونه انجام بدی که حالا امتیازت از اینی که هست بیشتر بشه. بیشتر بشه مثلا اگه بتونی اون یکی تیزرم رو انجام بدی. نمیتونم چون که فقط رو فقط یه دونه دوتایی دارم و هیچوری دوتایی نمیشه. خب پس ولی دوتایی حالا نمیشه. برای اینکه بازی کامل انجام بشه من ستا رو میدم. خب اینو میخرم و میذارمش اینجا. خب دوستان بازی رو همونطور که دیدید انجام دادیم. خیلی خیلی بازی ساده‌ای هست. آره. خیلی سریع انجام میشه بازی، یعنی مخصوصا اگه بازیکن‌ها با کارت‌ها قشنگ آشنا باشن و بدونن هر کارتی چه قابلیتی داره، چه جوری قابلیتش اعمال میشه،
نوبت هر بازیکن خیلی سریع انجام میشه، یعنی شاید شما بتونید سه مرتبه این بازی رو در طول یک ساعت انجام بدید راحت، یا حتی شاید چهار مرتبه در مثلا تعداد بازی دو نفره. یک مقدار ستاپ اولیه بازی نسبت به خود بازی زمان زیادی میبره، اینکه بخوای حالا کارتا رو جدا بکنی و چیدمان بکنی، یک مقدار نسبت به خود بازی ستاپ اولیش زمانی بیشتر میبره، ولی در کل بازی هست که خیلی خیلی سریع انجام میشه، خیلی بازی ساده‌ای هست و بازی هست که شما با اعضای خانواده خیلی راحت میتونید رو بازی کنید، با دوستا خیلی راحت میتونید بازی بکنید، بازی خیلی جذابیه، یعنی واقعا خوش رنگ و لعاب و خوشگل و دقیقاً این کارتا، این تصویر سازی ها قشنگ آدمو یاد انیمیشن های پیکسار میندازه. یعنی اون کاراکتر سازیایی که شده روی این، مخصوصا اون کارت های سرآشپزش، خیلی خیلی بازی رو جذاب کرده. و در تعداد بالا مثلا چون این بازی تا 5 نفر بازی آره، میشه. آره من فکر میکنم که دقیقاً تعداد بالاش خیلی شاید هیجانش بیشتر باشه. هیجانش بیشتر چون در نوبت بقیه بازیکن‌ها شما خیلی چیز دریافت میکنید و خب مرتباً میتونید که آره تا دوباره نوبت خودت بشه مثلا چند بار تاس ریخته شده هی چیز میز گرفتی بعد آره. خب خیلی پول زیادتر داریم. مثلا ما الان اینو انجام ندادیم اصلا، ولی خب اگه مثلا بازی 3-4 نفره باشه فکر میکنم خب خیلی سکه بیشتری داری تو نوبت خودت. دقیقاً. و این بازی رو به نظر من خیلی جذاب تر میکنه. در کل بازی هستش که پیشنهاد میکنم اگر دنبال یک بازی گیتوی واسه معرفی به دوستانی که حالا تازه میخوان با دنیای بورد گیم آشنا بشن هستید، یک بازی گیتوی که خیلی راحت بتونید تو جمع خانوادگی اونو بازی کنید و تقریبا میتونم بگم همه خوششون بیاد از بازی، چون هم ظاهر خوشگلی داره و هم خود گیم پلی بازی خیلی ساده و روون هست، حتما بهتون پیشنهاد میکنم این بازی رو امتحان بکنید. بازی خیلی خیلی ساده، روون و جذابی هست. امیدوارم که از این ویدیوی ما لذت برده باشید دوستان. اگر هم سوال یا نکته در مورد بازی هست حتما در قسمت دایرکت ها یا در قسمت کامنت ها با ما همراه باشید. تا ویدیوهای آینده روز خوش و خدا نگهدار.